سلام علیکم. حالا چون خوبه؟ صحت خوب، سلامت بخیر. چی داره داخل ازی؟ داخل ازی دوغه. واه 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 واه. میشه خودت معرفی کنی برای خودت؟ اسمم کامران الهی. کامران چون این منطقه به نام چی یاد میشه؟ دنجنوا. دنجنوا؟ بله. چند کیلومتر دیگه به ولی سولی چش شریف مونده؟ 25 کیلومتر. کجا اسم شما چیه؟ چی؟ خلیفه هاشم جان، چاش چی درست کرده؟ چاش دولا بانجوسی های مکرانی. مکرانی که قیمت نشده؟ نشده دیگه، بعد ما یک دفعه میشه دگالی بکنه مکرانی قضا شانه یه نه؟ خب اینجا به جمع کدو ولسوالیه؟ جمع ولسوالی اوکلی. خب جا دیدنی هم داره اینجا یا نه؟ جای دیدنی خاصی دیده کفر جا داشته باشه؟ آه نداره. خب چند قریه این چی به منطقه شما؟ قریه خیلیه. خب این بر رود هم قریه هسته، اون طرف رود هم هسته. خب خب مایی هم هست این چی؟ مایی هم ها دیگه رود هسته، اون منطقه برکه هسته، اون بنام کرغه هسته، منطقه اون طرف هسته. خب خب مرسد هم که چی دریا یا نام چی بلیتر هم بریم، مگر هر طول هم تیسیم بریم اون طرف هم بریم، نمیری فیمون بر میره رو به چشم شدی؟ خب رو به چشم میره، مگر این تسرک مستقیم دیم. خب خب را خوبه؟ بیان خیلی ممنون بخوریم. نشت جان شما، زنده باش، موزم شما نشت، بخیر باش. نمیفهمون شما در چه ساعتی این ویدیو رو نگاه میکنیم، اما ما در ولی سالی چشم شریف قرار داره و انوز صبح نزده، یا اگر زده چون ما به رودخانه چشم شریف قرار گرفتیم، شاید آفتاب به او بلندی های بالای چشم شریف طلوع کرده باشه. ما این روز آمده داخل رودخانه چشم شریف که از بلندی های کوه سرچشمه میگیره. آب بند سلمان نیست و از داخل چشم شریف میگذره و فکر کنم تنها دره یا رودخانه که هرات غور به هم وصل میکنه همی آب. و این پل که شما میبینید یکی از سابقه ترین پل ها در چشم شریفه که سابقه خیلی طولانی داره، به قول دوستایی که در ولسوالی چشم شریف زندگی میکنن. اگر شما به تصویر ببینیم، خشتای موجوده که از مو سالیان سال همو خشتا و مو صورت ابتدایی که کار شده تا حال فعلا در این پل چشم شریف قرار داره. جای بسیار نهایت زیبای. دوستان هراتی ما، هر آن بیننده عزیزی که این ویدیو رو میبینه، اگر دوست داره به سمت شرق هرات اگه میخواین سفر کنه، حتما ولسوالی زیبای اوبه سفر کنیم. از اون چه که بخیر تفریح خور کردیم، ملاح خور کردیم، بیایم ولسوالی چشم شریف. کمک دور هست، 170 کیلومتر از هرات تا ولسوالی چشم شریف مسافت داره. البته شما میشه اول بیایم ولسوالی اوبه، همون قدر که از هرات تا اوبه میایم، بعد از اون اگه استراحت کنیم همون قدر دوباره تا چشم شریف راهه. راه کمک بیروبار هست، اگر میایم با موترهای سواری که جست اینا پایین سفر نکنه، موترهایی که جست اینا بلندتره و اگر باشه مثلا فلان کوچ موترها شبخوستی سراچه به این مسیر بهتره. باز بیایم از زیبایی های ولسوالی چش دیدن کنه. بند سلمه داره که یکی از جا دیدنی ولسوالی چش شریفه. دره تخت میگم که کمک دورتره. دره خود چش شریف خیلی زیبایی که اکثر مردم چش شریف در این دره زندگی میکنن. شما اگه از بلندی های اول چش شریف که داخل چش شریف نگاه کنه، یک منظره خیلی زیبایی که بیشتر خونه ها داخل یک دره قرار گرفته، خیلی زیبایه. من هر چقدر به زبان و دیالوگ بگم نمیتوانم این همه زیبایی ولسوالی چشم شریف به شما بیان کنم. پس بهتره خود شما هر موقع که فرصت شد حتما سفر داشته باشیم به ولسوالی چشم شریف که مناظر واقعا دیدنی داره. با ما همراه باشید. ما میریم داخل بازار، داخل دره و بعض از زیبایی های ولسوالی چشم شریف، همچنین گفتگوی داریم با جوانان چشم شریف، کسانی که اینجا سکونت دارن، تصاویر زیبای تقدیم شما بینندگان عزیز میکنه. اگر از ویدیو خوش اومد حتما کانال هرات ماناب را سابسکرایب کنید، ویدیو به دوستا خوش شیر کنید، کامنت حتما یاد شما نره، در زیر این ویدیو کامنت با ما بدین که ما کدام ولسوالی بریم و از چی جاهای برای شما بینندگان عزیز ویدیو تهیه کنه. با ما همراه باشید.
خلق تو یک معرفی میشه بکنه. سلام و کلامت مسلمیار از مسئله چشم شریف. مسلمیار صد این بازار شما چری تا خلوت در دکانه اکثرا بسته ساعت و نز وقته؟ خب دقیقا دیگه دکانه زیاده از طرف صبح باز میشه، باز پلنگ هسته نماز عصر مردم به طرف نماز و طرف عبادت الله میرن دیگه. خب. کمی دکانه بسته میکنن دیگه، کم کم رو بسته شدن دندان نماشون. درسته دیگه. یعنی بعد از نماز دوباره پس میام یعنی؟ بله بله بعد از نماز باز دوباره دکانه باز میشه. مسلمی هر صاحب ولسوالی چشم شریف آبدات تاریخی هم داره؟ بله آبدات تاریخی داره، مثل زیارت سلطان مهدی چشتی که هست دیگه، یک آبدات تاریخی زیاد دیگه هم داره که ولسوالی چشم شریف داره. مردم از این بازدید میکنن از ولسوالی ها، از جوهای مختلف، از دوات مختلف که افغانستان اینجور بازدید از این. درسته. سنگ مرمر به ولسوالی چشم شریفه درسته؟ بله بله. چند معدن سنگ فعلا وجود داره در چشم شریف؟ دیدن 12-13 معدن اتمنان باشه. 13 معدن؟ مسلمی هر صاحب بند سلما چقدر دور از چشم شریف؟ بند سلما دیگه احتمال داره به 5 کیلومتری باشه تا خود مرکز ولسوالی چشم شریف بالاتر. یعنی پیاده میشه برین؟ پیاده میشه ولی پیاده میشه احتمال داره پیاده 1.5 ساعت برسیم بند سلما. درسته. موتورسیکل 5 دقیقه میرسیم. جای دیدنی ولسوالی چشم شریف بجز بند سلما دیگه کجایه؟ دیگه دره بنام دره چشم شریف که اونجا خیلی به تفریح میرن از جای دور از خود شهر ایران به تفریح میرن اونجا جای خیلی دیدنی دره شیرخاج میگم اونجا میرم جای دیدنی داره. قله چی؟ دره شیرخاج. دره شیرخاج. بله. او هم دوره یا نه؟ دور از او از بند سلما که دوی طرف تره. درست. این دره چشم شریف همی دره که میگه؟ بله بله همی دره. اموس هم میره دیگه؟ اموس هم میره طرف خب دقیقه نمیفهم فکر به طرف باتریس کرسته تو میره آبریز به طرف باتریس میره. درسته. جوانا بیشتر چی مصروفیت دارن اینچه؟ فعلا دیگه مصروفیت خاصی به اینجا میره ولی زیادتر جوانا به خارج از کشور هم به کشور مختلف هم دیگه فعلا آواره هستن دیگه جوانا این دیگه خیلی میره فعلا. سهیل آقا جان تشکر. دوستان بیننده ما امروز آمدیم به چله خانه در ولسوالی چشم شریف که با نام چله خانه سلطان صاحب یا سید مادود چشتی رحمت الله علیه قرار داره. اینجا قراره بریم ببینیم که چله خانه چی رقمه، از چی ساخته شده و چی نوع پوشیش داره. بیشتر معلومات میگیریم از بعضی دوستایی که خودمون همراهیم. مثل چله خانه هرات، البته چله خانه هرات که من که دورتره مسافت زیاده باید طی کنی، ولی اینجا خیلی نزدیک روبرو باغ تعمیر میگن که به دره خود چشم شریف هم مسافت خیلی کم داره، از سرک اصلی یاره 100-200 متر بیشتر نیه، خیلی راحت میشه به این چله خانه دسترسی داشته باشه. به همون خاطر ما امروز همین فعلا بریم داخل چله خانه رو یک دیدن بکنیم. با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز ما داخل چله خانه سلطان صاحب در ولسوالی چشم شریفه. طوری که مشاهده میکنیم این سنگا به داستان مبارک سلطان صاحب و قال دوستانی که در ولسوالی چشم چیده شده بیش از 900 سال میگن قدامت داره چله خانه که سلطان صاحب میانم به این بودن. میریم به از یکی از برادران عزیز که اینجا با ما همراه هستن معلومات بیشتر در مورد چله خانه. سلام دوست عزیز، اول خود را معرفی بکنه. علیکم سلام، سیدالله رحمتی هستم از ولسوالی چشم. سیدالله جان کمی معلومات بدیم در مورد چله خانه سلطان صاحب. چله خانه دیگه اینا خود اینا خود مبارک به دست خود بشین نمیر، کلن شما مشاهده میکنید که از سنگ مثلا دریایی چینده شده. 900 سالی چی تاریخی داره که مثلا 900 سال پیش این چیده شده به دست خود از مبارک. تا هنوز هم خیلی کسایی که ای کرامات چی خورداره می همین جگا مثلا چله میکشم. ما یه بنام چله خانه میگیم، چله خانه سلطان صاحب مویدادی چشتی، یعنی به می موقعیت چش شریف روبرو باغ تعمیر به می موقعیت چی داره موقعیت داره. بله بیشتر بگم سلطان صاحب اسم اینا چی بود معلومات داره؟
صد قطب دین چشتی. صد قطب دین چشتی. چرا به نام سلطان سویاد میکنن؟ همو به نام سلطان سویاد میگم. سلطان مایده چشتی میگم. صد قطب دین چشتی میگم. چند اسمشان؟ چون اونا پادشاه بودن. پادشاه همین جگه پادشاهی هم بکردن. به همین منطقه پادشاه بودن یا با کلا با منطقه؟ اصلیت خواه از کجا بودن سلطان سویاد؟ معلومات داره؟ اصلیت از این خود چی چشتم. 40 روز اینجا شبانه روز هستم بخو. عبادت میکنم. طاعت عبادت میکنم ولی به یاد الله هستم. خیلی خوبه خداوند همگی توفیق بده اینجا بیام عبادت کنم. سلام واقعا جای بسیار زیبایه. به تصویر که ما میبینیم میبینیم که سنگا دریاییه که از اون قبل فکر کنم بوده. ولی همه تو خوشکه اینو چینده. خوش بدون از اینکه ولی نگیره نسیمانه. سیمانه فلانه. و جالب این چیه که چند ساله حتی میبینه که همه چیزا هسته. بله تار کناش. تار کناش یا تار عنکبوت. بله از مو پس نشان میده که ای از دیر زمان است هست. بله و خاکا هم نمانگر اینه که اینا از اون قبل بوده. خیلی خوبه انشالله خدا مرد توفیق بده که چند دقیقه اینجا عبادت کنه بعد از حضور همه شما بینندگان عزیز مرخص شیم. و جالب اینجا که دروازه ورودین ما از اون طرف آمدیم به اینجا و طوری دروازه جیبیه باید سر خم کنه و به حالت ادای احترام بیه. یعنی اونقدر اون بزرگ درسته اونقدر سلطان سبی مسائل درک میکرده که وقت وقتی انسان میه به درگاه خداوند عبادت کنه باید با خضوع و فروتنی و یعنی از کبر و غرور و تکبر دوری بجویه، خاکی باشه، بیای به اینجا و در اینجا به مدت 40 روز یا بیشتر یا کمتر عبادت کنه. نیاز چند دقیقه اینجگار عبادت کنیم، درود بفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنین ذکر الله بی نیاز بکنیم. بعدا میریم داخل خود چشم شریف. دوستان بیننده ما داخل چله خونه هست که به تصویر دیدیم و این دروازه هم از بیرونه که دروازه ورودی چله خونه و یک چیزی که واقعا من تعجب کردم که این همه قدامت داره. دوستان گفتم 900 سال قدامت داره. شما اگه هر نوع تعمیره هر نوع ساختمونه هر نوع چیزی که بسازین یا بر اثر زلزله یا بر اثر طوفان یا سیلاب یک چیز بالاخره تخریب میشه. طوری که میبینید اینجا جرم قرار داره که سیل حتما از اینجا میگذره و در زمستون برف و بارش میباره. و جالب اینجا یک سنگی هم از اینجا بیجا نشده. خیلی زیبایه. انشالله که همه دوستان بیننده رو خداوند توفیق بده. هر وقت به چشم شریف اومدم حتما بیام اینجا برای چند دقیقه خلوت کنم، راز و نیاز کنم با الله پاک. حس خور میده، حس آرامش میده. به هر حالت شاد و موفق باشیم. میریم داخل چشم شریف. بله من اینجا گفت به بند موندو میان برم ببوری. الو ما چون چی از این لاسن به ترخ ترخ میکنه سنگه بیا ما رو چیزی ندشته باشه نیه بیا لارم بیا بچه خوبه باش بیا نام خدا نام خدا حال نام خدا کته شدم بالا میشه آفرین بیا
سه کنیم برادر، گله گیشه به چه خوبه شده، اپلا بالا میشه. سه کنیم، سه کنیم. کماکی بابا خیلی 2500 پله. چند کیلو لاغر شدی گله؟ داره شاید 9 کیلو تا اومده باشه. خیلی خیلی خوبه. خب خیلی بسته که خیلی بسته میشه. بینندگان عزیز، نیمجان برسیم خدمت شما. کانال هرات ناب دوستای نازنین، ما سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. نوزن گلگه که به گردن خیر بی بی منم برم فشار بده. به خاطر گل روی شما میبینید که چند 2500 پله داره. به پی برفتیم کمک یه خوردم پس بیم. اینجا کجا هست کمک معرفی کنم؟ اینجا با بند سلمه. خب چشت شریف بنده که تا در روز دیگه به خیر خوشی بریم ما و شما بارخ تولید میکنم انشالله. خب خدافیزی که خدا بیننده با. خب خب دوستان عزیز، ما به آخر بند سلما رسیدیم. اون نقطه باشه که من که زوم کنم که ببینه سیمانی که میبینه باید بند اونجا موقعیت قرار میگیری، ولی متاسفانه چند متر پایین تر قرار گرفته. بلا بنا به دلایلی که قبلا وجود داشته، حالا انجینر صاحبا بهتر خبر دارن یا مسئولینی که در گذشته بودن، متاسفانه بند اونجا قرار نگرفته و در این پایین قرار گرفته که چیز جالبه بود، گفتم باشه تصویر بده. عزیز خداحافظ، بند سلمه خداحافظی کرده، میره نگر رو برده رو باشه.